کشتار در دبستان سندهوک موضوع آزادی مالکیت و حمل اسلحه رو به شکل بی سابقه زیر ذره برده. رئیس جمهوری آمریکا معاون خودش جو بایدن رو مسئول کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قوانین داشتن اسلحه کرده. اما انجمن اسلحه آمریکا که نهادی بسیار با میگه چاره کار این نیست. گزارشی داریم از پروانه هدایت که با هم می‌بینیم و بعد بحث رو در این باره ادامه میدیم. روز جمعه اول دی انجمن سراسری اسلحه داران آمریکا NRA با بیش از چهار میلیون عضو بدون اعتنا به همه اعتراضات داخلی و خارجی که پس از واقعی تیراندازی دبستان سندی هوک علیه متمم دوم قانون اساسی آمریکا در زمینه آزادی حمل و نگهداری اسلحه برای شهروندان عادی در گرفت از دولت خواست در همه مدارس کشور نیروی مسلح مستقر کند تحلیلگران میگویند NRA اکنون با صرف هزینه های زیاد و اعمال نفوذ لابی قدرتمند خود اجازه نمی دهد. استفاده از سلاح های خودکار و نیمه اتوماتیک در آمریکا ممنوع شود. در متمم دوم قانون اساسی آمریکا آمده است یک میلیشیای بسیار منظم برای حفظ امنیت یک ایالت آزاد ضروری است. این حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقص شود. این قانون پس از انقلاب آمریکا علیه استعمار بریتانیا نوشته شد و در زمان لیندن جانسون رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1968 به تصویب رسید. بسیاری از کارشناسان قانون اساسی آمریکا معتقدند هدف از این مصوبه حفظ امنیت آمریکا در مقابل خطر بیگانگان بوده تا در صورت حمله کشورهای خارجی دولت فدرال بیدرنگ همه مردم عادی از کشاورز و کاسب و بازرگان را علیه آنان مسلح کند منتقدان این قانون میگویند لابیست های اسلحه بزرگترین و مهمترین نیرو در برابر تغییر این قانونند و انار ای در عین حمایت آشکار از نمایندگان موافق با آزادی اسلحه در مقابل مخالفان سرسختانه می استد. آنها میگویند تنها راه جلوگیری از یک مجرم مسلح یک فرد مسلح خوب است. آنها بازی های کامپیوتری، فیلم ها و موسیقی خشونت آمیز را مسئول بروز این گونه حوادث می دانند و می گویند پدر و مادرها نباید بگذارند فرزندانشان به فرهنگ خشونت خوب بگیرند. با این حال آقای اوباما در واکنش به تیراندازی سندی هوک قول داده است به زودی طرح اصلاح قانون مربوط به کنترل اسلحه را به کنگره ببرد. nothing. پیچیدگی این مسئله نباید باعث شود که اصلا کاری صورت نگیرد. اینکه ما نمیتوانیم جلوی هر خشونتی را بگیریم نباید باعث شود نتوانیم از عهده پیشگیری یا حداقل کاهش خشونت ها براییم. آقای اوباما در عین حال از اعضای کابینه خود به ویژه وزارت دادگستری آموزش و پرورش بهداشت خدمات انسانی و امنیت داخلی خاص در جهت پیشبرد امکانات مربوط به بیماری های روانی و جلوگیری از ترویج فرهنگ خشونت در جامعه تلاش بیشتری به عمل آورند. پروانه هدایت صدای آمریکا در اینجا آرام حسامی استاد علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگومری مریلند و مدیر سازمان مطالعات پیشرفته بین الملل در استودیو باماس آقای حسامی من واقعا برای من خیلی فکر می کنم برای بیننده هامون این سوال مطرح میشه که اصلا علت اینکه سلاح در آمریکا آزاده چیه بله با درود و سلام ببینین آمریکا کشوری که به عنوان ایالات متحده ما امروز مطرح می کنیم در دو مرحله به وجود اومده مرحله اول بود که این 13 تا مستعمره مستقل شدن و بعد 13 تا کشور مستقل رو تأسیس کردن بعد از مدتی دیدن این 13 تا کشور به خاطر که یک تمرکز قدرت نیست و یک مسائل رو نمیتونن هر کشور یا هر ایالت اون موقع مشخصا حل کنن تصمیم گرفتن این رو بکننش ایالت متحده که United States به اصطلاح خب وقتی که قانون اساسی رو نوشتن بیشتر قانون اساسی دوم چون اولی زیر کنفدراسیون بود میخواستن در حقیقت از باز تولید استبداد جلوگیری کنن یعنی نه دولت مرکزی و فدرال نتونه باز تولید استبدادی رو که انگلیس یا پارلمان یا شاه انگلیس برای اینا اعمال میکرده اعمال کنه یکی از اون مسائلی رو که متوجهشون و قانون اساسیشون معطوف نبود و مجبور شدن به عنوان متمم قرار بود اون که ما بگیم منشور حقوق اون دهتا تا متمم جز قانون اساسی باشه بالاخره با هم تبالی نظر کردن سازشی شد بین ایالات و نمانداشون که این ده تا متمم سال 1791 به اسطلاح مورد تایید ایالات ها قرار گرفت دومین متمم خیلی جالب چون اولین متمم راجع به آزادی های فردی است مثل آزادی مذهب آزادی بیان و و و ولی دومیش بلا فاصله این رو میگه که حق مردم و اینجا ایالات رو مطرح میکنه میگن چون یک کشور که آزاد باشه بایستی مردمش بتونن از خودشون دفاع کنن حق حمل اسلحه رو به مردم میدن و این دومینه یعنی خیلی مهم بوده واسه شون و هنوز هم همجور که میبینید این مسئله ده. بسیار مهمی در آمریکا خب الان با فاجعه که اخیرا اتفاق افتاد در کاناتیکت ما میتونیم اینو چطور تعبیرش بکنیم و چطور میتونیم بگیم که نقش دولت این میون چیه برای محدود کردن حق مالکیت اسلحه بله ببینین یه یک چیزی مسئله که بایستی تمام به کشورهای دنیا این رو در مورد آمریکا در میدونند میدونن که تفاوت داره با کشورهای دیگه در آمریکا به خاطر این متمم دوم قانون اساسی حمل اسلحه یک امتیاز محسوب نمیشه یک حقه به این معنا که مثلا شما گواهینامه رانندگی حق رانندگی کردن بلد. حق نیست واقعا شما یک امتیازی است که در از به برای یک نامه بایستی صادر بشه که به شما این اجازه رو بده که ماشین سوار بشین ولی این حق نداره شما در قانون اساسی حقی به عنوان حق رانندگی وجود نداره یک امتیازه که شما بایستی یک مراحل رو بگذرونید که بهتون تصدیق بدن ولی سلاح این سی... حمل بله زنده حمل اسلحه جز حقوق اولیه ای انسان در آمریکا محسوب میشه خب این مسئله موضوع رو عوض میکنه یعنی اینکه این صحبت این نیست که آیا دولت حق داره اینو محدود کنه این حق مال مردمه در حقیقت تمام حقوق مال مردم هست و ایالات حالا آیا کنگره فدرال چه, چه وظیفه این نسبت به این حقوق داره این خیلی مهمه که تو کشور ما مثلا در ایران این مسئله در حد وارونه میشه یعنی ما همه حق رو به دولت و حکومت حالا میگیم مردم چه, چه حق در تک اینجا وارونه است از این نظر اگر فکر میکنید این قانون به زودی عوض میشه امکانش نیست چرا چون برای که متمم قانون اساسی رو عوض کنن در مرحله پیشنهاد دو سوم سنا یعنی دو سوم کنگره و مجلس نمایندگان یا دو سوم ایالت ها بایستی حتی اینو پیشنهاد کنن بله. برای که تصویب بشه شما به سه چهارم رای بله. ایالات و نمایندگان احتیاج داریم بنابراین این رو فراموش کنید که این به این زودی ها عوض بشه چل تا از این پنجه ایالات که ما داریم قانون بسیار لیبرال و در مورد اصلاحی دارن اما این که وظیفه دولت چیه ببینین این مسئله مسئله طولانی این مسئله امروز و دیروز و مسئله کالومباین کالورادو یا مسئله کانادیکت یا مسئله مثلا اون اه، اه، چیز نیست اه، 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 مسئله تروریستی نیست فقط این مسئله اصلا رو به وجود آورده موضوع رو مطرح کرده این مسئله راجع به حقوق شهروندیه و آیا ایالت ها تا چه حد میتونن در واقع این رو مشکلش کنن یا یک ضوابطی بذارن که از این نوع مسائلی که پیش میاد چه صورت پیش میاد چطور میتونن این رو حالا شما میگین دولت نمیتونه این محدودیت رو ایجاد بکنه من میگم دو تا پرونده قضایی در سالهای اخیر به دیوان عالی کشور رجوع شده یکی در مورد واشنگتن دی سی همین شهر خودمون هست یکی در مورد ایالت ایلینوی ایالت بلده. آقای اوباما در سال 2008 راجع به دیسی بود که صحبت این بود که آیا دیوان عالی کشور یه پرونده در حقیقت رأیش این بود که آیا یک شهروندی که در واشنگتن زندگی میکنه حق حمل اسلحه رو داره چرا چون واشنگتن شهر ایالتی نیست و متعلق به هیچ ایالتی نیست اما شهر فدراله و رأی این بود که بله ایشون به عنوان یک شهروند آمریکایی حق حمل اسلحه داره بلد. ایالت ایلینو این رو اصلا حذف کرد یعنی حق رو خواست بگیره و بعد در سال 2010 دیوان عالی کشور این حق رو داد که شهروندان میتونن ولی دولت یا ای... یعنی ایالت مجبور به متمم قانون اساسی متحد باشه حالا چه کار دولت میتونه بکنه میتونه یه زوابتی بذاره مثل کشورهای دیگه که اینو بله. مشکلش کنه برای شهروندان بله. مثلا اون در حقیقت مثل تصدیق گرفتن شما بایستی یک کارت شناسایی بدین اینو تحقیق متممه کنن که میتونه این کاری که دولت میتونه بکنه نه مت... به خاطر متمم نمیتونه این حق رو بگیره از مردم اما میتونن این رو یک زوابتی بذارن دولت فدرال رو دارم عرض میکنم یک زوابتی میتونن بذارن که اینو درست. مشکلش کنه م... م... مخصوصا اینکه با این مسئله که پیش اومده این مسئله حادتر برد. شده ممنون از اینکه در استودیو با ما همراه بودید